أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى ابن عمه علي أمير المؤمنين وأولاده المعصومين وأصحابه المنتجبين قال مولانا الصادق عليه السلام یا شیعت آل محمد اعلموا لیس منا من لم یملک نفسه عند غضبه. موضوع بحث ما اون ویژگی هایی است که شیعیان راستین را از کسانی که آرزومند تشیعند، محبین اطرتند، امتیاز می بخشه. یکی از اون ویژگی هایی که مطابق این بیان شریف حضرت امام صادق علیه السلام شیعیان راستین واجدش هستند، مسئله توانمندی بر کنترل غضب. عجیبه، شاید تصور بکنه آدم آخه این یه امر اخلاقی، این تا کجا مگه برد داره که امام صادق علیه السلام به صراحت میگه اگر کسی موقع عصبانیت مالک نفس خودش نباشه این اصلا از ما نیست، این ما پیوند نداره، این شیعه ما نیست. چقدر این مسئله مهمه. عجیب اینه که جریان تخلق به اخلاق راستین شیعیان بروز و ظهورش کاملا در حوزه حیات فردی و اجتماعی خودشو نشون میده. ببینید گاهی ما میگیم آقا شیعه چنین اعتقاد دارد، خب این تو فضای ذهنه، اگرچه این اعتقاد به واسطه اعمال راه به بیرون پیدا میکنه، اما بالاخره اصل ماجرا یک باوره، یک امر علمیه، یک امر ذهنی اعتقادی درونی. در کنار این اموری به عنوان اوصاف قطعی شیعیان و پیروان خالص و ناب و صادق اهل بیت داره مطرح میشه که اینا دقیقاً تو مسائل عادی زندگی روزمره ما حضور جدی دارن. نمونش همین بحث غضبه. آیون میگن انسان قوای مختلفی داره، یکی از اون قوا قوه غضبیه ما آدم هاست. تصویر ما از غضب و قوه غضبیه شاید خیلی معطوف به عصبانیته. ما از غضب عموما عصبانیت رو میفهمیم، یه اتفاقی بیفته من جوش میارم، گوشام سرخ میشه، عصبانی میشم، اینو میگیم قوه غضب. ولی اینجور نیست، این یه بخشی از ماجرای قوه غضبیه است. اولا عرض بکنم قوه غضبیه یکی از بزرگترین نعمتهایی است که خداوند متعال به بشر عطا کرده. عموم کارهایی که ما انجام میدیم برای بهتر زیستن اینا منشأش قوه غضبیه است. تلاش میکنیم محیط زیست خوب داشته باشیم، تلاش میکنیم فرض بفرمایید که دنیا رو آباد بکنیم، عمران بکنیم، آبادی در دنیا ایجاد بکنیم، اینا منشأش قوه غضبیه است. چرا؟ برای اینکه این عمران ها و آبادانی ها موجب بهتر زیستن ما و بقاء ما و یا بقاء نوع ما میشه و این حفظ بقا ریشش تو قوه غضبیه است.
اگر قوه غضبیه نبود ما هیچ دلیلی نداشتیم برای اینکه خودمون رو حفظ بکنیم، حیاتمون رو حفظ بکنیم. حتی اونجایی که تلاش میکنیم برای عمران آخرتمون، باز قوه غضبیه داره فعالیت میکنه. مریض میشم میرم دکتر، این کار قوه غضبیه است. قوه غضبیه است که به من انگیزه ی حرکت کردن میده برای اینکه باید سالم بمونم. من میخوام خودم رو حفظ بکنم، میخوام سلامتم رو حفظ بکنم، این کار قوه غضبیه است. نظام های اجتماعی شکل میگیره و حفظ میشه. آدم ها میتونن زندگی اجتماعی بکنند. شکلگیری و حفظ نظام های اجتماعی معلول قوه غضبیه است، وگرنه زندگی اجتماعی از هم میپاشید. اموری مثل شجاعت، مثل پایمردی کردن بر حق، زرنگی، تلاش کردن تو زندگی، صبور بودن و صبر کردن به امید یک آینده روشنتر و یا یک وصول به یک هدف بزرگتر، ثبات در یک مسیر، اینا همه از برکات قوه غضبیه است. این که عرض میکنیم این قوه نعمت خدا بر بشره، برای اینکه اگه نبود هیچ کدوم اینا نبود. شما الان تو دنیا دارید بمباران میشید به شکلهای مختلف به لحاظ مسائل فرهنگی که از مسیر توحید، از مسیر نبوت، از مسیر ولایت امیرالمؤمنین، حالا یه زاویه‌ای بگیرید. میدونید ما کم تحت فشار نیستیم به شکل‌های مختلف، ولی ثابت قدم میمونید. این ثبات قدم، این که تلاش میکنید در مسیر حق قرآن و اطرت خودتون رو حفظ بکنید، این محصول قوه غضبیه است. این نعمته. اما اگر قرار شد این قوه غضبیه در انسان دچار زیاد روی بشه، دچار افراط بشه، اینجا دیگه میره به سمت جهنم. از این به بعد راه به سمت جهنم باز میکنه. همین نعمت الهی ها، همین نعمت الهی اگر از حد اعتدالش گذشت، راه آدم رو به جهنم هموار میکنه، زندگی آدم رو هم جهنم میکنه، آسیبهای فراوانی هم به بار میاره. وجود نازنین نبی خاتم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم فرمود القضب یفسد الایمان. این غضب یعنی همون عصبانیت که ما میشناسیم، یعنی اونجایی که این حس پر برکت غضب، این قوه از حالت اعتدال در میاد. عموما غضب اگر در روایات مذموم باشه، یعنی بگن آقا این بده، خوب نیست، عبارات این شکلی، این منظور همین غضبی است که از حالت اعتدال خارج شده، رفته به سمت افراط. نبی مکرم اسلام فرمود مردم بدانید عصبانیت و غضب ایمان رو فاسد میکنه. چگونه؟ کما یفسد الخل العسل. شما عسل بردارید، بهترین عسل، یه قاشق سرکه بریزید توش، میبره، خراب میشه، دیگه به درد نمیخوره، دیگه عسل نیست.
پیغمبر فرمود عصبانیت ایمان رو اینجوری از بین میبره. عنایت میفرمایید ایمان را از بین میبره ها، نه آسیب بزنه، نه یه گوشش رو بسابونه، ایمان را از بین میبرد. خیلی خطرناک شد. آدم گاهی عصبانی میشه، خب عوامل مختلفی دست به دست میده، حالا بهش خواهیم رسید. عصبانی میشه، خدای نکرده کسی نتونه عصبانیتش رو کنترل کنه، گاهی این عصبانیت ها آدم رو به مرز کفر میرسونه، آدم رو دچار ارتداد میکنه، آدم رو به کفرگویی وادار میکنه. تو عصبانیت ها بعدم میگه آقا من یه چیزی گفتم، من عصبانی بودم. خیلی آدم ها رو ممکنه شما سراغ داشته باشید، منم دیدم بعضی ها رو، طرف توی یه جریانی عصبانی شده، عصبانی شده به خدا بد گفته، عصبانی شده به نبی مکرم بد گفته، عصبانی شده به ائمه بد گفته. گاهی اینجوری میشه، بعدم بهش میگی تو این حرف رو زدی، میگه آه من عصبانی بودم. بله ممکنه حالا به لحاظ حقوقی، به لحاظ فقهی بزرگان ما، فقهای ما بگن این چون قصد نداشته مثلا، حالا اشکال نداره، ولی آثار وضعیشو چه کنیم؟ برادر من، بنده یه لیوان اینجا پیدا میکنم، فکر میکنم آب آلبالوه، به هوای آب آلبالو میخورم، مشروب در میاد. فقها میگن این اشکال نداره، قصد خوردن شراب که نداشته، اب نداره. خیلی خوب، به لحاظ شرعی بنده گناه مرتکب نشدم، اما مست میشم یا نمیشم؟ بالاخره شراب رو خورده دیگه، مست میشه دیگه آدم. میگو خدا قسمت کنه آبالبالو اشتباه بگیری، خدا براتون نخواد، چون اون مستیه بیچاره میکنه آدمو. خدا ایشالله به هممون از اون شرابی بده که لذتن لشاربینه. خدا همه تون رو به دست امیر المؤمنین علیه السلام از حوض کوثر سیراب کنه. صلوات بفرستید. دم شرابم بخواد بخوره، اون شراب خوبه. خیلی خوب، طرف عصبانی میشه، بعد بیرا میگه آقا گیرم شما تو عصبانیت اگر یه حرف نادرستی زدی فقها بگن اب نداره، این گناه نکرد، اما آثار وضعیشو چه کنیم؟ این آثاری که میمونه روی آدم در اثر این بی‌حرمتی، اینو چه کنیم؟ عصبانیت گاهی نور ایمان رو در انسان میکشه. کفر رو در دل انسان زنده میکنه. من از دست شما عصبانی میشم، خدای نکرده. مصمم میشم یه جایی بلایی سرت بیاد. حالا این وسط خدا اجازه نمیده، دستور شرعی نیست، اخلاقا درست نیست، الهیش درست نیست، انسانیش درست نیست، دیگه همه میره، دیگه بی توجه هم به اینا. من عصبانیم، تا این آتش درونم با انتقام خنک نشه ول نمی کنم. این صاف میبره آدم تو جهنم. وجود نازنین امام باقر علیه السلام فرمود، فرمود مردم بدانید غضب، عصبانیت یه شعله آتشی است که شیطان تو دل انسان قرار میده و روشن میکنه. خیلی تعبیر قشنگه. این کبریت میخوره، گور که نمیگیره اولش، که آروم 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 این هی عصبانیت تشدید میشه. اگر بنده و شما
کار کرده بودیم رو خودمون، مالک خودمون بودیم، احساس خودمون، عصبانیت خودمون رو میتونستیم کنترل بکنیم، ممکنه بتونیم جمعش بکنیم. اگر نه این آرام آرام شعله میکشه و این شعله اون وقت از تمام مجاری تحریکی آدم میزنه بیرون. دیدید طرف عصبانی که میشه چشا سرخ میشه، گوشا سرخ میشه، صورت برافروخته میشه. میگن آقا فشار خون میره بالا، نمیدونم فلان هورمون ترشح میکنه، این اتفاق میفته، خون میدوه تو صورت، این برافروخته میشه. باشه اشکال نداره، به لحاظ فیزیکی این اتفاقا میفته، اما یک اتفاقی تو روح و نفس من داره میفته که این آثار فیزیکی اثر اون اتفاقه. من روحم داره توش یه اتفاقایی میفته، عکس اون اتفاقات تو فیزیک من تأثیر میذاره، فشار خونم میره بالا، گوشام سرخ میشه، چشام سرخ میشه و و و و نفس داره آتش میگیره. فرمود الغضب و جمرت و من الشیطان تو قدفی قلب ابن آدم. میدونید قلب این تلمبه رو نمیگن، اینو نمیگن، این عبارت دیگه ای از نفس و روحه. این آتش و شیطان تو روح روشن میکنه، تو جان آدم برمی افروزه. حالا اگه مالک خودت بودی میتونی اطفایش کنی، میتونی خاموشش کنی، اگه مالک خودت نباشی نمیتونی. وجود نازنین حضرت عیسی علی نبینا و علی آله و علیه السلام مورد سوال قرار گرفت. گفتن یا روح الله چه چیزی سخت تر از همه چیزه؟ فرمود غضب خدا. سخت تر از غضب خدا نداریم. شما همتون دعا کمیل خوندید، تو دعای کمیل همینو میگید، میگه خدایا وقتی غضب تو جلوه بکنه آسمان و زمین مقابلش نمیتونه مقاومت بکنه، هیچ چی نیست، این همه نظام هستی با همه پیچیدگیش. فرمود از همه چیز سخت‌تر غضب خداست. گفتم یا روح الله چیکار کنیم که مبتلا نشیم؟ فرمود غضب نکن. میخواید مورد غضب خدا قرار نگیرید، اهل غضب کردن نباشید، عصبانی نشید. بعض بزرگان ما فرمودن این عصبانیت ظهور آتش غضب الهی است در انسان. وقتی من دارم عصبانی میشم جایی که محل عصبانیت نیست، وقتی دارم عصبانیت پیدا میکنم، در حقیقت آتش غضب الهی داره من رو میسوزونه، عکس اون غضب داره تبدیل میشه به غضب من نسبت به دیگری، من دارم تو جهنم اون لحظه میسوزم. منتها فرق ماجرا اینه، تو دنیا اختیار ماجرا رو دست ما دادن، تو دنیا به ما این امکان رو دادن که این آتش رو خاموش بکنیم، از جهنم منتقل به بهشت بشیم، بهشت رحمت دیگه، از غضب منتقل به عطوفت و مهربانی و رحمت بشیم، این امکانو به ما دادن. خود غضب برادرها، عصبانیت گناهان کبیره تولید میکنه. بسیاری از گناهان کبیره ما حاصل غضبهای ماست، حاصل عصبانیتهای ماست. امام صادق علیه السلام از پدر بزرگوارش حضرت امام باقر علیه السلام نقل میکنه، میفرماد پدرم فرمود چه چیزی سخت تر است از غضب؟ بعد برای اینکه این فرمایش روشن بشه ادامه دادن، فرمود ان الرجل لیغضب فیقتل النفس التي حرم الله. گاهی آدم عصبانی میشه،
این عصبانیت او رو میکشه تا جایی که یک انسانی که خدا حرمت برای خون او قائله، این آدم به قتل میرسه توسط آدم. چقدر سراغ داریم ماجراهایی که منجر به قتل شده در اثر عصبانیت. اون وقت عصبانیت سر چی؟ اتفاقاتی که گاهی خیلی اتفاقات ساده ایه. یه حرفی این به اون زده، این گفته، اون گفته، ادامه پیدا کرده، دست به گریبان شدن، تو عصبانیت طرف مرده. و مگه گناه قتل نفس کمه؟ و حتی حضرت فرمود و یقذف المحسنه، گاهی آدم در اثر عصبانیت تهمت‌های ناروای بد میزنه. عصبانی خدای نکرده فحاشی میکنه و توی این فحش حرفای نامربوط میزنه. یعنی حرمت منبر سید الشهدا است که اجازه نمیده بگم چه نوع حرفایی. حرف نامربوط میزنه، عصبانی شد. آقا این آسان نیست ماجرا با، یعنی ساده نگیریم داستان عصبانیت رو. امام صادق میفرماد چنین کسی این شیعه ما نیست. کسی که عصبانی میشه میگه آ دست خودم نبود عصبانی بودم، این شیعه ما نیست. شیعه ما دست خودشه. گفتن آقا غضب مادر بیماری های نفسانیه، همه بیماری ها. حسد ریشش غضبه. حسدی که پیغمبر اکرم فرمود ایمان آدم ها رو آب میکنه، همونطوری که نمک در آب حل میشه، ایمان تو حسد حل میشه، از بین میره. آدم حسود بی ایمان میشه. این منشأش غضب. چطور؟ چون من میبینم شما یه موقعیتی داری بهتر از من، من اصلا چشم ندارم ببینم تو موقعیتت خوبه. گر میگیره درون من. حالا پشت سرت حرف میزنم، این برم میشینم، اون برم میشینم، آبروتو میبرم، بالا پایینت میکنم، یه کاریت میکنم، به خاک سیاه بشینی. نه لزومم برای اینکه خودم به جایی برسم، نه، میخوام تو صاحب نعمت نباشی. این از غضب. حسد بیماری است که زاییده غضبه. عجیبه. وجود نازنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود، فرمود آدمهایی که زود عصبانی میشن این آدمهای جاهلی هن. آدم ناآگاه، آدم نادان. بشنوید فرمایش امیرالمومنین رو. فرمود من تبایع الجهال التسرع الی الغضب فی کل حال. آدم جاهل نادان بیخرد اینجوره که دائم عصبانی میشه، کوچکترین مسئله ای عصبانیش میکنه، اکوره در میره. حضرت میفرماید این از ما نیست. با هر مسئله رفته خونه، حالا بچه داره بازی میکنه، نمیدونم یه اتفاق اومد، یه اتفاق ساده تو خونه میفته، با زنش عصبانی، با بچهش عصبانی، با همسایه عصبانی، تو خیابون عصبانی، با دوستش عصبانی، چه خبره؟ شیعه علی ابن ابی طالب اینجور نی؟ البته راه درمان داره عصبانیت. حالا من یه گزارش ازش میدم، چون بخوام مفصل بگم وقت ندارم، فقط اشاره میکنم خیلی سریع. این جریان عصبانیت آقا خیلی جاها کارهای نادرست ازش سر زده.
نمیخوام ریز بشم، جزئی بشم، بیام قصه تعریف کنم که فلان جا فلانی عصبانی شد. همه اینا رو شماها بهتر من میدونید. میخوام بگم رفقا یه خورده خودمون رو بچسبیم. سعد معاذ از اصحاب پیغمبره، خیلی هم آدم محترمیه، خیلی آدم محترمیه. این دنیا رفت. شخص نبی مکرم اسلام تو تشییع جنازه شرکت کرد، بهش نماز خوند، گذاشتش تو قبر، دفنش کرد، تلقین خوند، اومد بیرون. چقدر آدم ذوق میکنه ها؟ مثلا من بمیرم یه مرجع تقلیدی بیاد، فرض کنید که نماز آدم بخونه، غسل و در... خیلی آدم احساس غرور میکنه دیگه. مادر سعد معاذ پای قبر سعد معاذ وایساد، گفت پسر جون خوش به حاله، دیگه افتخار این بیشتر. پیغمبر فرمود مادر یه خورده آروم. چنان خانه قبر سعد رو فشار داد، شیری که از شما خورده بود از بن ناخونهاش زد بیرون. سعد بله و چرا آقای عصبانی بود تو خونه، با زن و بچهش بد اخلاق. گفت این جهان کوه هست و فعل ما ندا، باز آید این نداها را صدا. بالاخره پژواک داره، عصبانیت پژواکش به خودمون برمیگرده، ایمانمون رو میخوره، دینمون رو میکشه. عصبانی میشیم تهمت میزنیم، عصبانیم که غیبت میکنیم، عصبانیم که حسادت میکنیم، عصبانیم که حرف میزنیم، نمامی میکنیم، سخنچینی میکنیم، دعوا بین مردم را میندازیم، اختلاف درست میکنیم. عصبانیم فقط. یه حرفای رو گفتنش خیلی آسونه، خدایش سخته، تحققش سخته. گفت جناب مالک رضوان الله تعالی علیه تو بازار کوفه داشت میرفت. این شیعه فرقش با من چیه؟ جناب مالک تو بازار کوفه میرفت، یه جوون قلچماقی سبزی فروش بود، یه خورده این سبزیاش هم گندیده بود و اینا. دید مالک داره میاد، بالاخره مالک هم مالکه، نمیشناختش کیه. دید یه عربیه خیلی به نظرش حقیر رسید، واسه اینکه قلدریشو به رخ رفیقاش بکشه این سبزی گندیده ها رو برداشت ریخ رو سر مالک. قش 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 شروع کرد خندیدن. به به من چقدر آدم شجاعی هم که همچی کاری بلدم بکنم. یه کسی مالک رو میشناخت، مالک که رد شد اومد بهش گفت بدبخت کردی خودتو. گفت نه بابا کاری نتونست بکنه. گفت تو فهمید این کی بود؟ این مالک اشتر فرماندار لشکر سپاه علیه. طرف زد تو سرش که بدبخت شدم، الان میره یه گردان آدم میاره من میکنن تو گونی. بدو بدو دنبال مالک، آقا ندیدید فلانی رو گفتن اینجا رفت مسجد. رفتن دیدن مالک نشسته سر نماز، نشست پشت مالک، نماز تموم شد افتاد به دست و آقا ببخشید من اشتباه کردم فلان. مالک گفت مثلا واسه تو اومدم مسجد، من اومدم دو رکعت نماز بخونم از خدا بخوام تو رو ببخشه، به تو یه طمأنینه و ایمانی بده که دیگه این کارا نکنی. ها چیه؟ ما چند چندیم؟ ما چی کاره ایم حالا؟ الان به من بگن آقا عبرود کجه، امامت نمیدونم فلانجاش وازه به این بر میخوره، تو کی هستی؟ مولای ما حضرت حسین ابن علی علیه السلام وقتی تصمیم گرفت بیاد به سمت کوفه، تاریخو ببینید، یکی از کسایی که اومده مشورت میده به امام مروان ابن حکمه. خب مروان آدمی نیست که تو تاریخ اسلام نشناخته باشه که.
فاسق هم، دشمن اهل بیت هم، نفهم و نادان و جاهل هم، هر چی شما بگی امام هم اینا رو میدونه. بعد جالبه مروان وقتی اومده به امام داره نصیحت میکنه، به تعبیر خودش حرف میزن. آخه ما همینجوری نصیحت بخوایم بشنویم زورمون میاد، ولو یه عالم بخواد به ما نصیحت بکنه، ولو یه عالم، ولو بابامون با تمام عشقی که داره بخواد بگه پسر جان دوباره شروع کرد، اصلا همون اولش ها. بابا ما عشاق امام حسین میدونیم خودمون رو، خودمون رو محبین اهل بیت میدونیم، یاد باید بگیریم. خب تاریخ رو نگاه کنید، مروان وایساده حرف میزنه و امام حسین حرفش گوش میده. اصلا کار ندارم به بعد ماجرا، همین که سید الشهدا باشی، حسین ابن علی باشی، روبروت هم یه آدم درب و داغون مثل مروان باشه و تو حاضر باشی وایسی و گوش بدی اون حرف بزنه و گوش بدی. باور کنید برادر و خواهرها، یکی از سخت‌ترین کارهای دنیا گوش کردن. ندیدید تا رفیق اون حرف میزنه خب خب بس من تا ته خط رفتم فهمید، فه بگی میدم فرهزاد. آقا بی خود میری فرهزاد، چی فه میگه فرهزاد؟ گوش کن، خیلی سخته گوش کردن، خیلی سخته. طرف داره حرف میزنه، من تو ذهنم دارم خب الان جوابش اینجوریه، بعد حرفش تموم شه میدونم چی جواب بدم، دارم تو ذهنم جواب میدم، مثلا گوش نمی کنم به حرف این که من دارم دنبال جواب میگردم، این گوش کردن نیست. چقدر قدرت نفسانی حضرت سید الشهدا عمیق و بالا و والاست که حتی به حرف یک انسان پست، خائن، فاسق، فاجر مثل مروان گوش میده. گوش میده ببینید چی میگه. خب ما باشیم عصبانی هم میشیم، برو جمع کن، تو اومدی به من نصیحت کنی، تو سابقت اینه، لاحقت اینه، بابات اینه، مامانت اینه، همه رو میگی. ببینید حسین ابن علی چه میکنه اون وقت. تو همین کربلا اون ملعون آمد نزدیک خیمه های سید الشهدا علیه السلام، بد و بیراه بود. جناب حبیب ابن مظاهر رضوان الله علیه تیرکمون دست چه کنار سید الشهدا ایستاده، خیلی بهش برخورد. اهانت کرد طرف به امام حسین علیه السلام. حبیب تیر گذاشت تو تیرکمون، آقا بزنم، فرمود نه. ما جنگ رو شروع نمی‌کنیم. خیلیه برادر، ما داریم حرف میزنیم، باور کنید داریم حرف میزنیم، یه خورده تو موقعیت خودمونو ببینیم. والا یه بوق بی جایی که پای سر ما بزنه، کمترین حرف اینو گاری چی میگی مثلا. خیلی آدم مالک نفسش بشه. و اون وقت امام صادق علیه السلام فرماد کسی که موقع غضب مالک نفسش نیست، شیعه ما نیست، این از ما نیست. یکی از رفقا میگفت فلانی امسال همش داری زیرا به ما رو میزنی که گفتم برادر این آینه ای که جلو خودم هم دارم میذارم. ما ببینید میتونیم یه حرفایی بزنیم خوشمون بیاد هممون، بگیم به به ما چقدر آدمای خوشبختی هستیم، اما خب نمیشه آخه. ما قرار نیست خودمون رو فریب بدیم، ما قراره تو مکتب قرآن و عترت تربیت بشیم. این نیشترهایی که با اینا به خودمون، من اول خودم رو عرض میکنم، خدا شاید اول به خودم میزنم، اینایی که دارم به خودمون میزنم برای اینکه ما بفهمیم آقا مریضیم و اینجا دارالشفاست. اون لحظه سینه زدنتون دارالشفاست، اون لحظه گریه کردنتون دارالشفاست. ما بیماری های نفسمون رو آوردیم خدمت وجود نازنین سید الشهدا. آقا ما شفاخانه اینجاست، ما خوب کجا بریم؟
ما دنبال درمانیم، ولی باید بفهمیم درد داریم تا دنبال درمان باشیم. عرضم رو جمع بکنم، نمیرسیم به راههای درمانش. حالا ندارم، میگیم هرچی شد شد، آخه نمیشه نسبه میمونه. قبل از این که آدم عصبانی بشه، راه درمانش اینه که یه خورده اون لحظه آدم به خودش فکر کنه. شما عصبانی شدی از دست کسی، قبل از این که واکنش نشون بدیم، همون اولا هنوز گر نگرفته، هنوز شعله نکشیده عصبانیته، داری عصبانی میشی، همونجا به خود بگو خیلی خوب، من الان این حرف رو بزنم، اونم یه حرف دیگه میزنه، منم یه حرف دیگه میزنم، عصبانیتم شعله میکشه، تاش معلوم نیست چی میشه. این فکر تو اون لحظه اگه هنر داشته باشی، انقدر مالک قوای خودت باشی، بتونی اون لحظه فکر بکنی، نجات میده. باز هنوز عصبانیت جدی نشده، آدم اسباب عصبانیت رو شناسایی کنه، فاصله بگیره، کمک میکنه. اما اون وقتی که عصبانی آدم، برادرها اگر عصبانی شدید، خواهرها اگر عصبانی شدید، اولین درمان و عمده درمانش تغییر حالته. حالتون عوض بکنید. چون غضب، عرض کردم، تدریجی شعله میکشه. همون لحظه که میفهمید داری عصبانی میشید، داری گر میگیری، حالتت عوض کن. تو روایت داره اگه ایستاده ای بشین، اگه نشسته ای دراز بکش، اگه داری راه میری مثلا به یه کار دیگه مشغول شو، کاری که داری میکنی تغییر بده. خود این تغییر حالت آرام میکنه. به ذکر خدا مشغول شو، آرام میکنه. اگر از یکی عصبانی هستی که جزء محارمته، از پسرت عصبانی شدی، از دخترت عصبانی شدی، امام باقر علیه السلام میفرماد اگر از ارحامتون عصبانی شدید، برید جلو لمسشون کنید. لمسشون نکنید، لمس کنید. عصبانی شدی، یا بچت بغلش کن، تمام میشه. امام باقر علیه السلام میفرماد خاصیت رحم، خاصیت پیوند رحمی اینه که وقتی یکی مثل خودش رو، کسی که باش پیوند داره، همسر آدم، فرزند آدم، برادر آدم، خواهر آدم، اقوام آدم، اینو لمس بکنه، آتش میخوابه. عصبانی یا برادر، پیشونی شما چی کن، تمام میشه، جا در جا تمام میشه. ما تا این باید حواست به خودت باشه تا بتونی درمان کنی. بس دیگه، راه دیگه هم داره که حالا بماند دیگه. چی گفتیم؟ گفتیم آقا جان، مطابق تعالیم عترت طاهره، آدمای عصبی مزاج که نمیتونن جلو خودشونو بگیرن، وقتی عصبانی میشن، مالک نفس خودشون نیستن، امام صادق علیه السلام میفرماد اینا از ما نیستن. ما تو عصبانیت بد و بیرا میگیم، تو عصبانیت فحش میدیم، با عصبانیت غیبت میکنیم، تهمت میزنیم، نمامی میکنیم، سخنچینی میکنیم، بدگمانی میکنیم به هم، هزاران هزار آلودگی هایی که زندگی های ما رو سخت کرده، اینا محصول عصبانیت. جانم فدای حسین ابن علی علیه السلام. آقا عجیبه، شما کربلا رو ببینید، اوج جنگ ها، واقع جنگه، ولی عصبانی نیه امام حسین توش. شما رو به خدا بخونید، مقتل رو نگاه کنید، اصلا عصبانیت نمیبینیم تو چهره سید الشهدا. نفرینشون میکنه یه وقتا، ولی عصبانیت شما نمیبینی. تو اوج مبارزه تلاش میکنه هدایت کنه آدم ها رو. بنابرای برخی از نقلها
تو لحظات آخر حتی تلاش میکنه شمر را هدایت بکنه. ابی عبدالله ما عزاداری یه همچین ابی عبدالله، یه همچین حسینی، یه همچین امامی هستیم. شایسته است که یه خورده نزدیک کنیم خودمون رو به تعالیم او. انشالله از امشب به بعد تلاش میکنیم اگه کم عصبانی میشدیم کمتر عصبانی بشیم، اگه زیاد عصبانی میشدیم سعی میکنیم یواش یواش کم عصبانی بشیم. باید با خودمون تعهد کنیم دیگه، اگه عصبانی شدیم بتونیم انشالله خودمون رو کنترل بکنیم. و اون وقت اون لحظه ای که شما عصبانیت تو کنترل کردی بگو یا ابا عبدالله، شما گفتید آدم عصبانی شیعه مانی، من میخوام شیعه شما باشم. ببینید کمک میشید، قطعا کمک میشید. عرضم تمام. میبینید در دیوار گل زدن رفقا. امشب رو میخوان متوسل بشن به نوجوان کربلا حضرت قاسم ابن الحسن. این گلا هم که میبینید اشتباه نکنید، یه ماجراهایی رو بعضی از کتب از قرن هفتم به این طرف، یعنی قرن هشت به بعد، تقریبا نیمه قرن هفتم به بعد، بعضی های چیزهایی نوشتن تحت عنوان عروسی حضرت قاسم و اینها که اینا خب صحت تاریخی ندارن. این گلا مال این حرفانی، ولی نوجوانه، یه پسر 13 ساله از قرص قمر آل امام مجتبی است. این عرف تو ماها، دیدید یه نوجوانی، خدا نکنه کسی داغ نوجوان ببینه، گل پرپر میکنن میریزن رو قبرش رو جنازهش. رفقای ما گلا رو زدن، یعنی حسین جان ما فاصله افتاده بینمون با کربلای تو. اما عزادار پسر عزیز دل امام مجتبی، اگه تو کربلا سنگ میزدن ما گل میزدن. شب عاشورا وجود نازنین سید شهدا علیه السلام توصیف کرد برای هر فردی که مانده بود که فردا چگونه شهید بشید. یا آزاده 13 ساله‌ای تو این خیمه نشسته، هی منتظره انگار یه اتفاقی بیفته، اسمی ازش دید. ابی عبدالله علیه السلام اسم همه رو گفت، خیلی هم مؤدب قاسم، خیلی مؤدب، بلند شد از اون انتها اومد خدمت امام، نوشتن نشست رو زمین، دستش رو گذاشت رو زانوی ابی عبدالله علیه السلام، خیلی مؤدبانه پرسید عمو جان آیا من هم به شرف شهادت میرسم؟ فرمود پسرم مرگ پیش تو چجوریه؟ منطق قاسم ابن الحسن بزنده او شهادت چی میبینه؟ عرضه داشت امون جان اگر در پیشگاه توست احزامن الاسد، که من شیرین تر از عسل نمیشناسم، از عسل شیرین تر اینه که پیش روی تو حسین ابن علی به خاک بیفته. فرمود بله پسرم، تو هم فردا شهید میشی و به یه بلای عظیم در بین شهدا مبتلا میشی. اون شب گذشت، فردا شد، نوبت به قاسم که رسید رفت خدمت ابی عبدالله. عرضه داشت عمو جان اجازه میدان رفتن میدی؟ سید الشهدا سنکاف کرد، نه قاسم جان میدان نه، تا
خواب قاسم گفت میدان نرو، این بچه افتاد به دست پای عبیر. باز داستان‌های نادرستی اینجا بعضی‌ها نوشتن، اونی که تاریخ می‌نویسه اینه، اینقدر قاسم دست و پای عمو رو بوسید. هی صدا می‌زد عمو جان تو رو خدا، عمو جان خواهش می‌کنم. اینقدر نوشتن قاسم التماس کرد به سید الشهدا. ابی عبدالله این بچه رو بغل گرفت، سر زانو نشست. قاسم رو بغل کرد، شروع کرد گریه کردن. انقدر این عمو برادرزاده تو آغوش هم اشک ریختن، حتی غشی علی. السلام علیک یا عبدالله، آماده این دلاتون بری کربلا. السلام عليك يا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بغي، وبغي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين.